الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد الرسول المسجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا القاسم المصطفى الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا اللهم صل على محمد وعلى محمد در ذیل این سوره مبارکه و العصر مطالبی مختصر در خدمت برادران و خواهران عزیز عرضه شده با اینکه بیشتر مطالب را در لغت اردو ما بیان کردیم من نمیدونم که چقدر شما از این مطالب متوجه شدیم یا چقدر متوجه نشدیم روز عاشورا هست و در این روز از ابا عبدالله حسین علیه السلام باید درس بگیریم روزه درس گرفتن از شهدای کربلا از اصحاب حسین از انصار حسین کسانی که اومده بودن از جاهای مختلف برای کمک به ابا عبدالله حسین علیه السلام باید از اونا درس گرفت و کسانی که اومده بودن با ابا عبدالله حسین علیه السلام برای جنگ کردن برای نبرد برای کشتن ابا عبدالله حسین علیه السلام ببینن اونا کی بودن چطور اومدن آیا اونا امام حسین علیه السلام را نمی شناختن نمی دونستن که فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها هست نوه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن حتما می دونستن چون امام حسین علیه السلام فردی نبود که مجهول الحال باشه کسی نتونه بشناسه پیغمبر ایشون رو معرفی نکرده باشه نه روزهای اول این مجالس من عرض کردم خدمت برادران و خواهران که چقدر پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم جلب مردم در مسجد در بازار
در ایدگاه در همه مکانها هر جا میسر بود پیغمبر اکرم عشق خودش را علاقه خودش را محبت خودش را به امام حسین علیه السلام نشون داد. هم عمل کرد هم حرف گفت. جلو مردم فریاد بلند می شد. فریاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم بلند می شد. می گفت خداوندا من این حسین را دوست دارم. و دوستان حسین را هم دوست دارم. تو هم اونا را دوست داشته باشی. باید ما از خداوند تبارک تعالی تشکر کنیم. لئن شکرتم لأزیدنکم. هر قد ما شکر خداوند تبارک تعالی انجام بدهیم درباره این که ما را برای امام حسین علیه السلام انتخاب کرد. هستیم که قلبهای ما را ظرف محبت امام حسین علیه السلام قرار داد. می‌بینید در این شهر چقدر مردم هستند، هم مسلمان و هم غیر مسلمان. شما را انتخاب فرموده و آورده در فرش عزای امام حسین علیه السلام بین هزاران نفر، بین صدها هزار نفر، خیلی دور از وطنمون دور هستیم، از خیش اقارب خودمون دور هستیم، از اون فضاهای عزاداری خودمون دور هستیم، سال شاید ما در فکر وطنمون باید نباشیم. وقتی محرم میاد در فکر وطن خودمون میفتیم. کاش ما اونجا بودیم و این عزاداری سید الشهدا علیه السلام را بهتر اونجا انجام میدادیم، ولی باز هم ما جمع شدیم و این عزاداری را اینجا برگزار کردیم. با
امام حسین علیه السلام فقط شیعه نبودن. زهیر ابن قین شیعه نبود. زهیر ابن قین عثمانی بود. یعنی عثمان را خلیفه سوم می‌دانست. ولی یه جا همراه شدن نزدیک همدیگه، خیمه ها را موقعیت اینطور بود که اونجا خیمه زدن. زهیر ابن قین داشت نهار میخورد با زن خودش، از حج برگشته بود، با سرعت طرف کوفه داشت میرفت، میخواست زود برسه. میدونی که امام حسین علیه السلام بدون حج، حج را عوض کرده بود به عمره مفرده و از مکه خارج شده بود. سفر عادی داشت، ولی زهیر ابن قین با سرعت کاری داشت، میخواست به کوفه زود برسه. خیمه زدن، هر دو خیمه زدن و امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر را فرستادن پیش زهیر قین. میدونی حضرت علی اکبر علیه السلام شبیه پیغمبر بود. طرز گفتگو مثل پیغمبر، صدا هم مثل پیغمبر بود، سخن گفتن هم مثل پیغمبر بود، شکل و شمائلشون هم مثل پیغمبر بود. لذا در بین همه امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر را انتخاب فرمودن. چرا؟ میخواستن که این زهیر ابن قین را با خودش نزدیک کنه. تو جاده جهنم بود، میخواست ایشون را به جاده بهشت بیاره، به صراط مستقیم برگرده. فرزند رحمت العالمین هست. یه چیزی در زهیر ابن قین بود که به خاطر اون امام حسین علیه السلام زهیر ابن قین را انتخاب فرمودن و خواستم که ایشون را به طرف خودش جلب کنه. اون چیز بود؟ اون بعد میفهمیم. وقتی حضرت علی اکبر به ایشون پیغام رسوند که بابا شما را میخواهد، با شما میخواهد یه خورده صحبت کنه، زهیر ابن قین احترام میگذاشت، امام حسین علیه السلام را میشناخت. لذا فوری بلند شد و اومد خدمت امام حسین علیه السلام. تا رسید به خدمت امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام با ایشون صحبت فرمود که زهیر، من میخوام شما به من کمک کنید، با من ملحق بشوید، از آل رسول دفاع کنید. یه مقدار، یه 5-6 دقیقه فقط با ایشون صحبت فرمودن و زهیر ابن قین فوری برگشت به خیمه خودش و به زنش گفت که من شما را طلاق میدهم. زنش دستپاچه، چه شد؟ چی شد؟ چی خطایی از من سر زده؟ چرا میخوایی به من طلاق بدهی؟ گفت من میخوام به حسین علیه السلام ملحق بشم. و ملحق شدن به حسین علیه السلام زهیر ابن قین میدونیست که زنان من اسیر خواهد شد، اسیر دشمنان خواهد شد. بهشون گفت لذا من نمیخوام شما در مشکلات، در مصیبت بیافتین، برای خاطر همین میخوام شما را طلاق بدن که شما برسید به خانه خودتون. اون زنم مؤمنه بود، گفت هرچه به زینب ام کلثوم به سرشون اومد به سر من هم میام، من هیچ مشکلی ندارم، من هم باید صبر کنم. زهیر ابن قین با زنش
ملحق شد به ابا عبدالله حسین علیه السلام. من عرض کردم در ابتدا ما باید کسانی که با امام حسین علیه السلام بودن از اونا هم باید دست بگیریم و کسانی که اومدن با ایشون جنگ کنن از اونا هم باید دست بگیریم. چجور افرادی بودن؟ این ور با امام حسین علیه السلام چجور افرادی بودن؟ اون ور چجور افرادی بودن؟ میدونید پسر سعد، سعد کسی که ایران را فتح کرد در زمانه خلیفه دوم، سعد ابن وقاص، پسرش عبید الله فرد معمولی نبود، پدرش فرد معمولی نبود، پسرم فرد معمولی نبود، عالم دین بود، فقیه بود، پرهیزگار بود، یعنی نماز قضا نمیشد، روزش قضا نمیشد، فعل حرام انجام نمیداد، دنبال افعال خیر بود، کارهای خیر بود، دنبال اوامر خدا بود، از نمای خداوند تبارک تعالی دوری میجست، همچی فردی بود. و استانداری ری یعنی ایران را هم یزید برایش فرستاده بود که همین موقع یه بار قضیه حضرت مسلم علیه السلام پیش اومد. حضرت مسلم علیه السلام به عنوان نماینده امام حسین علیه السلام به کوفه اومد. 18,000، 25,000، 30,000، 40,000 هم روایت داریم مردم اومدن روی دست حضرت مسلم ابن عقیل بیعت کردن که ما با شما هستیم، ما با بنو امیه با یزید نیستیم، ما شما را کمک میکنیم، شما را به قدرت میرسونیم، شما باید امام ما باشیم، شما باید رهبر ما باشیم، امام حسین باید رهبر ما باشن. در همین بین وقتی خبر رسید به یزید، یزید عبیدالله ابن زیاد که استاندار بصره بود، ایشون را گفت که شما هم استاندار بصره هستید، هم استاندار کوفه. هرچه سریعتر خودتون را به کوفه برسانید و استاندار کوفه را عزل کنید و اوضاع را در حق من باید آرام کنید. عبیدالله رسید، فقط با یک حرف همه مردم را ترسان، کسانی که نترسیدن، کسانی که حرص نداشتن، پول نگرفتن، با عبیدالله ابن زیاد نشدن، با یزید نشدن، اونا را فرستادن به زندان. هزاران نفر رفتن تو زندان، بقیه کسانی که حرص دنیا داشتن، تمام دنیا را داشتن، اونا را خرید. کسانی که خوف دنیا داشتن، خوف خدا نداشتن، خوف دنیا داشتن، اونا را با یک حرف که از شام داره لشکر بزرگی داره میاد، اگر با ما کمک نکنی، با ما اگر نباشین، همه شما را تهتر میرسونه، میکشن شما را، اموال شما را غارت میکنن، باغهای شما را غارت میکنن، فصلهای شما را غارت میکنن، اموال شما را غارت میکنن. اینا ترسیدن چون ترس از خدا نداشتن، ترس از دنیا داشتن که دنیامون کم نشه، در دنیا خساره نکنیم. اگر دین خساره شد، از آخرت خساره شد، عیبی نداره، اون خساره را بعدن جبران میکنیم، ولی در دنیا نباید خساره داشته باشیم، نقصان در دنیا نباید باشه. از اینا ترسیدن و حضرت مسلم علیه السلام را ول کردن، رها کردن. شنیدین اون شب
عرفه شب عرفه حضرت موسیمی ناقیل وقتی از نماز عشاء برگشتن چند نفر بودن؟ 30 نفر بعد از نماز مغرب بعد از نماز عشاء وقتی برگشتن 4 نفر بودن وقتی از مسجد خارج شدن این 4 نفر هم غیب شده بودن نبودن خودش بود و دوتا بچه هاش همین موقع ها ابن زیاد پسر سعد را خواست و گفت که شما باید امیر لشکر بشین لشکری که می رود امام حسین علیه السلام را بکشه ایشون بحانه آورد گفت که من رفتنی هستم من حکم استانداری از یزید دریافت کردم و دارم من میرم ایران گفت کو اون حکم کی گفت به شما حکم رسیده حکم استانداری کو اون حکم ایشون در آورد و داد به دست ابن زیاد و ابن زیاد اون رو گذاشت توجه به خودش گفت که اول باید میری امام حسین را میکشی وقتی برگشتین این حکم را به شما میدن الان حکمی در کار نیست استنداری در کار نیست اول باید حسین را بکشین گفت یک شب به من مهلت بدین یک شب به من مهلت بدهین یک شب مهلت گرفت و تمام شب میگفتن را میرفت تا صبح داشت فکر میکرد که برم برای کشتن امام حسین علیه السلام یا نرم اگر برم چی گیرم میاد اگر نرم چی گیرم میاد اگر برم چی خسارتی دارم و اگر نرم چی خسارتی دارم عالم بود فقیه بود فرد معمولی نبود شهرت داشت که پسر سعد این فرد معمولی نیست فقیه زمانه عالم زمانه متقی و پرهیزگاره برای همین ابن زیاد ایشون رو انتخاب کرده بود که باید همه ببینن وقتی پسر سعد میره معلومه که کشتن حسین جایزه کشتن حسین واجب است چون خروج کرده به امام زمان خودش به رهبر خودش تا صبح فکر میکرد صبح که شد حرف آخرش این بود برادران خواهران عزیز حرف آخر پسر سعد این بود که میگن که قیامتی هست حساب کتابی هست جنت و جهنمی هست میگن وقتی میگه میگن معلوم اینه که اعتقادش برای قیامت ضعیف شده ضعیفه برای قیامت برای حساب و کتاب برای میزان برای جنت و جهنم ایمانش ضعیفه ایمان قوی نداره که ایشون را به طرف راه حق به طرف امام خود ایشون را هدایت کنه همچه ایمانی نداره ایمانش به چی هست؟ ایمانش به دنیا هست که دنیا بازم گفت دنیا نقده آخرت نسیه هست و هیچ فرد عاقلی نسیه را بر نقد ترجیح نمیده حرفش این بود حرف آخرش گفت که هیچ مرد عاقلی نسیه را بر نقد ترجیح نمیده و برای همین تصمیم گرفت میگن دو تا پسر داشت یه پسر مذهبی بود دیندار بود یه پسرش دنیادار بود با هر دو ایشون مشورت کرد پسرهای بزرگی داشت اون که دیندار بود گفت بابا دست خودت را با خون حسین آلوده نکنید
که خسارت دنیا و آخره هست. هم در دنیا خسارت میکنید و هم در آخرت خسارت میکنید. ولی اون پسری که دنیادار بود بهشون گفت که بابا اگر شما نرید برای کشتن حسین استانداریتون از دستون میره. شما دیگه با بنو امیه که حکومت دستشون هست، قدرت دستشون هست، با اونا بد میشین. وقتی با اونا بد شدیم دیگه دنیای شما در خطر میفته. لذا دنیای خودتون رو در خطر نیندازین. بعد خودش هم چیز کرد، انالیسیس کرد، یا چی میگین؟ بله؟ تحلیل کرد. تحلیل کرد احسن، تحلیل کرد. تحلیلش این بود که میرم کربلا، امام حسین را میکشم، بر میگردم، میرم ری، استاندار ری هستم، پول زیادی دارم، دنیا زیادی گیرم میاد. بعد از این دنیا که گیرم میاد، از این پولها که به دستم میرسه، من صدقه میدم. صدقه زیادی میدم و این بلا را که خودم به دست خودم آوردم، این بلا را از خودم دور میکنم. اینطور شیطان مردم را فریب میدهند. و پسر زیاد، پسر سال، فریب دنیا را خورد. وقتی رسید به کربلا با لشکر، امام حسین علیه السلام پسر زیاد را خان پیش خودشون. چهار تا جلسه داشت تا شب نهم عاشورا با پسر زیاد امام حسین علیه السلام جلسه داشت. پسر زیاد با امام حسین علیه السلام خشاوند بود، اجنبی نبود، از قریش بود، از خشواندان بود. امام حسین علیه السلام بهشون توصیه کرد شما باید من را کمک کنید، نه یزید را. شما از اقربای من هستید، نه از اقربای بنو امیه، از اقربای بنی هاشم هستید و شما رتبه من را میدونید. من پسر پیغمبرم. بهانه آورد، گفت فرزند رسول، میدونم، ولی من با زحمت زیاد خانه بزرگی درست کردم، خانه ما را خراب میکنه. امام حسین علیه السلام فرمودن از خانه خودت نترس، من بهتر از خونه، از اون خونه برای شما درست میکنم، شما اگر با من اومدی. گفت باغهای ما را خراب میکنم. در مدینه یه جای بود زیر چشمه، شما چشمه میگین درسته؟ چشمه آب. چهار تا چشمه داشت، زیرش یه زمین های بزرگی، زمین های زیادی امام حسین علیه السلام داشت و پسر صاحب میدونیست اون را. گفت اون زمین های که زیر چشمه های آب هست، اون زمین ها را به شما میدم، شما از باغهای خودتون نترسید. هی بهانه می آورد، هی امام حسین علیه السلام بهش نصیحت می کرد، بهش چیزها بهشون می داد، گفت که من این می دم، اون می دم، طرف یزید نرو، ولی هر وقت بهانه می آورد و بالاخر گفت که من حکومت رای از دستم بینه اگر با شما باشم. امام حسین علیه السلام فرمودن که ای پسر زیاد، یادتون داشته باشین که از گندم ری هیچ دانه ای به دهن شما نمیرسه. گفت اگر گندم نرسه، جو هم برای من غنیمت هست، مشکل نداره. جو هم اگر رسید برای من مشکل نداره. شیطان گرفته بود، دنیایشون رو گرفته بود، درسته؟ اون طرف ظهر قیم که در ظرف 5-6 دقیقه با امام حسین علیه السلام شد، حرف حق را شنید، حرف حق را فهمید،
و حرف حق را قبول کرد و این طرف پسر زیاد که مرد فقیه مرد عالم در پرهیزگاری معروفه ولی هرچه امام حسین علیه السلام چهار تا جلسه داشت با امام حسین علیه السلام جلسه های طولانی هرچه نصیحت کرد هیچ نصیحتی بهش درشون اثر نکرد چرا؟ و آثر الحیات الدنیا در سوره مبارکه اعلی خداوند تبارک تعالی می فرمایند که کسانی که دنیا زیر اثر دنیا هستند خواهشات نفسانی دنیا دارند و به خداوند تبارک تعالی علاقه ندارند مؤمن نیستند قرآن صریحا فرموده والعصر ان الانسان لفی خسر قسم از زمانه که تمام انسان ها در خساره و زیان هستند کیا از این خسارت نجات مییابند الا الذين آمنوا کسانی که علاقه دارن آمنو یعنی علاقه دارن عشق دارن تعلق دارن به خداوند تبارک تعالی اگر تعلق خداوند تبارک تعالی در ما زیاد باشه به طرف خدا میریم اگر تعلقمون به دنیا بیشتر اگر باشه محبت دنیا اگر بیشتر باشه حرف دین و حرف امام و حرف قرآن و هیچ حرفی در ما اثر نخواهد کرد از اول قرآن اگر خونده بشین از بای بسم الله تا سین و ناس هیچ آیه هیچ سوره هیچ حرفی از قرآن در ما اثر نخواهد کرد لذا باید ما دنبال خدا و تبارک تعالی باشیم عاشق خدا باشیم که حرف حق در ما اثر کنه خوب دنیا کل راس و خطیعتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حب الدنیا راس کل خطیعتی هر هز کسی از هر زنی از هر مردی از هر جوانی از هر پیری هر خطایی که سر میزنه سببش و علت اصلیش حب دنیا هست اینا که اومده بودن هم آذان میگفتن هم اقامه میگفتن هم تکبیر میگفتن با امام حسین جنگ میکنن و تکبیر میگن با امام حسین علیه السلام جنگ میکنن و هم نماز میخونن با امام حسین علیه السلام جنگ میکنن و قرآن میخونن وقت عصر که شد اینا به یک دیگر میگفتن که بابا زود حسین را بکشید در نماز عصرمون داره قضا میشه اینقدر در فکر نماز بودن اینا ولی علاقه به دنیا داشتن دوستان عزیز برادران علاقه به دنیا داشتن که دنیامون کم نشه در دنیا خساره نکنیم چیزی از دنیا که داره میاد به طرف ما از دستمون نرود این در فکر این بودن لذا بدبخت شدن شقی شدن شقاوت و بدبختی از جای دیگری نیومده بود در خودشون ایجاد کرده بودن لذا اینا اومدن و امام حسین علیه السلام وقتی همه شهید شدن همه جدا شدن هیچ کس نمون یه وقتی بود هر وقت طرف راست نگاه میکرد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بود هر وقت طرف چپش نگاه میکرد حضرت علی اکبر علیه السلام بود هر وقت پشتش نگاه میکرد حضرت قاسم بود بعد حضرت حبیب بود حضرت زهیر ابن قین بود حضرت مسلم ابن اوسجا بود ولی وقتی رسید که همه اینها شهید شده بود هیچ کس نمونده بود خیلی سخت بود برای سید الشهدا علیه السلام
که همه را در ظرف چند ساعت از دست داد. همه شهید شدند. امام حسین علیه السلام داخل خیمه اومد و میخواست با مخدرات عصمت با بنات رسول از همه را ویدا کند. صدایش بلند شد: یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینه و یا رقیه و یا امی فضا علیکن منی السلام. وقتی این صدای ودای امام حسین علیه السلام بلند شد، در بین این زن و بچه فقط یه مردی مونده بود. امام زین العابدین علیه السلام مریض بود، در عالم بیهوشی بود. یک امام حسین علیه السلام برای همه بود و اطمینانشون این بود که حسین هنوز زنده هست. امام حسین علیه السلام با ما هست. هیچ کس جرات نمی کنه به خیمگاه حمله کنه. هیچ کس جرات نمی کنه به طرف چادرهای مخدرات عصمت حمله کنه. وقتی صدای ودای امام حسین علیه السلام بلند شد، دیگه همه گریه شروع کرده. همه گریه شروع کردن. همه فهمیدن که الان بیکس میشیم، الان ناچار میشیم، الان این اشقیا میاد به خیمگامون حمله میکنن، به خیمگامون آتش میزنن، به زن و بچه کتک میزنن، چادرهای را از سرهایمون بر میدارن. لذا همه داشتن گریه میکردن و امام حسین علیه السلام به همه تسلیت می دادن، می گفتن خدا هست و خدا تبارک تعالی شما محافظت می کنن، صبر داشته باشین. ولی ای بدا برادران و خواهران، چطور اینا می تونن صبر داشته باشن که امامشون داشت ویدا می کنه، از اونا جدا میشه، یکی یکی را خداحافظی کرد، داشت می اومد طرف در خیمگاه و میخواست بیرون بیاد، ولی یکی می اومد و بغل میشد و امام حسین علیه السلام را نمیگذاشت بیرون بیاد. عزاداران حسین میگن که 17 بار پرده خیمه بلند شد و 17 بار پرده خیمه پایین اومد. معنیش اینه که امام حسین علیه السلام هر بار میخواست بیرون بیاد، اینا می اومدن و امام مظلوم را میکشیدن داخل خیمه. یه باری خواهری می اومد، یه باری دختری می اومد، یه باری کسی دیگه می اومد، تا این که امام حسین علیه السلام همه را توصیه به صبر کردن، گفتن به سر و صورتتون نزنید، لباستون را پاره نکنید، گریه و شیمن خیلی نکنید، باید صبر داشته باشیم، باید صبر کنیم. عزاداران حسین، امام حسین علیه السلام نزدیک در خیمه اومدن و دوباره یه چیزی یادشون اومد، برگشتن کجا رفتن؟ پیش پسرشون. سرشون امام زین العابدین علیه السلام که در حال غشی و بیهوشی بودن، اومدن پیش پسرشون و بازوشون را گرفتن، تکان دادن: ای زین العابدین، ای علی. یه بار امام زین العابدین علیه السلام چشماشون را باز کرده، یه منظر عجیبی دید. این پسری پدرشون را اینطور نبینن که مثل امام زین العابدین علیه السلام پدر خودشون را دیدن. عجیب عالمی دید، از سر تا پا زخمی بود، از سر تا پا خون آلود بود. امام زین العابدین علیه السلام وقتی چشمانشون را باز کردن و پدر را در این حال دیدن،
امام زینالدین اسلام گاهی نگاه میکنند به طرف راست پدر، گاهی نگاه میکنند به طرف چپ پدر، چون همیشه هر وقت پدر را میدید طرف راستشون ابوالفضل عباس بود، طرف چپشون علی اکبر بود. نه عباس را دید نه علی اکبر را دید. یه بار سوال کرد این عمی العباس، پدر جان عموی من عباس کن. برادرم علی اکبر کو امام حسین علیه السلام معطلشون نکرد، گفتن زین العابدین در خیمگاه غیر از من و تو هیچ مردی نمونده، حتی برادر کوچک شما علی اصغرم شهید شده. این حرف را که زین العابدین شنید یه دفعه با غیرت بلند شد، صدا زد عمم زینب شمشیرم را به دستم بدید. یه چیزی را به عنوان عصا به دستش گرفت، شمشیر را به دست گرفت، طرف رفت طرف در خیمگاه. امام حسین علیه السلام فرمود زین العابدین کجا میری؟ گفت بابا شما بیکس شدین، شما بیچاره شدین، هیچ کسی برای نصرت شما نمونده، من میخوام برم از شما دفاع کنم. یه دفعه صدا زد امام حسین علیه السلام خارم زینب زین العابدین را نگه دار، نزاریدشون بره، ایشون حجت خدا هستن. آوردن نشوندن روی بستر خودشون. امام حسین علیه السلام فرمودن وصیت من را گوش کنید زین العابدین، بعد از من شما رئیس این کاروان هستین، شما باید از این خانوم ها و از این بنات رسول و اولاد رسول باید حفاظت کنید. من میرم میدان، من میرم قتلگاه. از امام زین العابدین علیه السلام رخصت شد، ودا کرد و اومد طرف اسب خودشون. وقتی نزدیک رسید به اسب خودشون گاهی نگاه میکرد به طرف راست، گاهی نگاه میکنه به طرف چپ، دید هیچ کس نیست. از صبح هر کی رفت طرف میدان امام حسین علیه السلام همشون را روی اسبشون سوار فرموده بود، ولی الان خودش که اومده بود پیش اسب خودش یادشون اومد هر وقت از سوار میشدم ابوالفضل عباس رکاب من را میگرفت. پسرم علی اکبر بازوی را میگرفت، حضرت قاسم به ما کمک میکرد برای سوار شدن، ولی الان هیچ کس نیست. جناب زینب علیه السلام از دور نگاه میکرد، فهمید، جلو اومد، گفت کسانی که شهید شدن از اونا دیگه یاد نکنید، خیلی قهرتون زینب موجوده، من به شما کمک میکنم. اومد کمک کرد و جناب زینب کمک کرد و امام حسین علیه السلام سوار اسب شد. عزاداران حسین، امام حسین علیه السلام گوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد اب خیمگاہ سے باہر نکلے ہیں. خیمگاہ سے باہر نکل کے گوڑے نے دو قدم ابھی بڑھایا تھا کہ ایک مرتبہ گوڑا رک گیا، امام حسین علیہ السلام کا گوڑا رک گیا، زلجنہ رک گیا. ایک مرتبہ میرے مولا مظلوم اپنے دہن مبارک کو، اپنے منہ کو گوڑے کے کانوں کے قریب لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے وفادار اسب، اے میرے وفادار گوڑے، مجھے معلوم ہے کہ صبح سے لے کے اب تک میں نے تمہیں بڑی زحمت دی ہے، بڑی تکلیف دی ہے، ہر بار کسی نہ کسی شہید کے لاش کو اٹھانے کے لیے تمہیں لے کر گیا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ میری آخری زحمت ہے،
اس کے بعد دنیا میں حسین موجود نہیں ہوگا کہ جو تمہیں زحمت دے اے اسب وفادار مجھے میرے وعدگاہ کی طرف لے کر جا عزادارو یہ سنت تھا ایک مرتبہ وفادار گھوڑے نے امام حسین علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی اور اس کے بعد اپنے پیروں کی طرف نظر کرنے لگی یعنی اشارہ کر رہا تھا کہ اے حسین مظلوم میں مجبور ہوں کوئی میرے پیروں سے لپٹا ہوا ہے میں اسے کچل نہیں سکتا میں اس کو لہذا امام حسین علیہ السلام نے گھوڑوں کے پیروں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سکر مظلومہ گھوڑوں کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے اور فریاد کرتی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا صبح سے جو بھی اس طرف گیا ہے تو مقتل کو گیا ہے وہ واپس پلٹ کر نہیں آیا مجھے یتیم ہونے سے بچا لے بس یہ سننا تھا امام مظلوم گھوڑے سے کود گئے زمین کربلا پر آئے جناب سکینہ کو گود میں لیا جناب سکینہ کو سینے سے لگایا جناب سکینہ کے سر اوپر ہاتھ کو پھیرایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں سکینہ اب پلٹ جا سکینہ اب پلٹ جا مجھے میرے وعدگاہ کی طرف جانے دے فرماتی ہے بابا جان آپ کو معلوم ہے کہ مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی بابا رات کو اگر آپ نہیں ہوں گے تو میں کس کے سینے پر سوؤں گی امام مظلوم فرماتے ہیں کہ بیٹی اپنے ماں کے سینے پر سو جانا تو جناب سکینہ فرماتی ہے کہ ماں کے سینے پر تو علی اصغر سوتا میرا بھائی علی اصغر ماں کے سینے پر سوتا ہے امام مظلوم فرماتے ہیں سکینہ آج سے ہر رات کو علی اصغر میرے سینے پر سویا کرے گا تو اپنے ماں کے سینے پر سویا کرنا بس جناب سکینہ فرماتی ہے بابا آخری بار آپ زمین پر لیٹ جائیں تاکہ میں آپ کے سینے پر لیٹوں امام مظلوم کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر لیٹ جاتے ہیں جناب سکینہ امام مظلوم کے سینے پر لیٹتی ہے بس تھوڑی دیر میں فوراً آنکھ کھولتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے خدا حافظ بابا خدا حافظ بابا اب جائے اپنی منزل کی طرف امام مظلوم نے سوال کیا سکینہ ابھی تو تم اس پہ کہہ رہی تھی کہ میں سونا چاہتی ہوں فوراً جاگ گئی اور ابھی کیوں کہتی کہ میں خدا حافظ فرماتی ہے سکینہ کہ جب میری آنکھ لگی تو میں نے اپنی دادی فاطمۃ الزہرا کو دیکھا میرا دادی فرماتی تھی سکینہ اپنے بابا کو نہ روک سکینہ میں نے اسی دن کے لیے چکی پیس پیس کے اپنے حسین کو پالا ہے سکینہ سکینہ بابا کو جانے دے خدا حافظ بابا بابا خدا حافظ وعدہ امام حسین علیہ السلام سب کو خدا حافظ کر کے میدان میں تشریف لائے اور میدان میں تشریف لانے کے بعد ایک مرتبہ پھر فوج اشقیہ کو مخاطب کرتے ہیں اے فوج اشقیہ اگر تو ساری دنیا میں ڈھونڈے گا میرے علاوہ تمہیں کوئی نواس رسول نہیں ملے گا میرے علاوہ کوئی تمہیں بطول کا بیٹا نہیں ملے گا مجھے کیوں قتل کرتے ہو کیا کوئی میں نے نیا دین ایجاد کیا ہے کیا میں نے شریعت اسلامی میں کوئی تغیر و تبدل کیا ہے جب امام مظلوم ان کو مخاطب کر رہے تھے تو ایک مرتبہ ان کی آوازیں بلند ہوئی اے حسین اگر بچنا چاہتے ہو قتل ہونے سے تو یزید کی ہاتھ پر بیعت کر لو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور اگر نہیں بیعت کرتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یہ وقت نصیحتوں کا نہیں ہے بس یہ سننا تھا عزادارو ایک مرتبہ میرے مولا مظلوم نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا اور نیام سے ذوالفقار کو نکالا تم نے تو میرے بیٹے کو مارا ہے تم کہاں دوڑ رہے ہو
تمہنے تو میرے بھائی کو قتل کیا ہے تم کہاں دوڑ رہے ہو آؤ میرے ساتھ لڑو لیکن ایک مرتبہ جب دور دور تک ساری فوجیں بھاگ گئی تھی امام مظلوم ایک مقام پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں جب اس مقام پر آ کر کھڑے ہوئے عزاداروں ایک مرتبہ زمین و آسمان کے درمیان ایک آواز گونجی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ اے نفس مطمئنہ کب تک اپنے جد کی امت کو قتل کرو گے بس اب پلٹ آ میرے بارگاہ میں واپس آ حسین میں تیرا مشتاق ہوں حسین میں خدا تیرا مشتاق ہوں حسین اب پلٹ آ بس یہ سننا تھا عزادارو میرے مظلوم امام نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا جب فوجوں نے دیکھا کہ ذوالفقار نیام میں رکھ لیا ہے ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوج واپس پلٹ آئی کسی نے تلوار سے حملہ کیا کسی نے تیر مارا کسی نے نیزے سے حملہ کیا عزادارو جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا کے پتھروں کو اپنے دامنوں میں جمع کیا تھا اور امام مظلوم کو اوپر وار کر رہے تھے پتھروں سے عزادارو اسی دوران میں ایک مرتبہ ایک تیر آ کر امام مظلوم کے پیشانی اقدس کو پر لگا امام مظلوم نے اپنے دامن کو اٹھایا تاکہ اس تیر کے خون کو آنکھ میں نہ جانے دے اور صاف کر لے بس دامن کا اٹھانا تھا ایک مرتبہ حرملا ملعون کی نظر پڑی امام علیہ السلام کے قلب اقدس کا نشانہ لیا اور سے شعبہ تیر سے امام مظلوم کے قلب کا نشانہ لے کر چھوڑا تیر آ کر میرے مظلوم امام کے قلب اقدس کو پر لگا بس عزادارو میرا امام گھوڑے پر سنبھل نہ سکا عزادارو جب ذوالجناح نے دیکھا کہ میرا آقا میرے پشت کو پر ابھی سنبھل نہیں سکتا ایک نشیب میں لے کر گیا ذوالجناح نے بڑی مدد کی اپنے آگے کے پیروں کو آگے کی طرف کیا اور پچھلے پیروں کو پچھلے کی طرف کر کے اپنے سینے کو زمین کربلا پر ٹکا دیا تاکہ میرا مظلوم امام آرام سے زمین کربلا پر آئے بس میرا مظلوم امام زمین کربلا پر تشریف لائے لیکن عزادارو زمانہ کا امام جب اپنے جد کو پر سلام کرتا ہے تو اس طرح سے سلام کرتا ہے کہ میرا سلام ہو میرے جد مظلوم کو پر جس کا جسم نہ گھوڑے کے زین پر تھا نہ زمین کربلا پر تھا میں پوچھوں گا اے امام زمانہ آپ کے جد کا جسم اگر گھوڑے کے زین پہ بھی نہ تھا اور زمین کربلا پہ بھی نہ تھا تو آپ کا جد کا جسم کہاں پر تھا تو امام زمانہ فرمائیں گے کہیں گے کہ میرے جد کے جسم پر اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ میرے جد کا جسم تیروں کو پر معلق تھا یہ خدمت ذوالجناح نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح سے کی اور دوسری خدمت اہل حرم کی اور دوسری خدمت یہ تھی عزاداروں جب امام مظلوم شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ اپنے سر کے بالوں کو امام مظلوم کے خون سے رنگین کیا اور آواز دیتے ہوئے اور روتے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے اور اپنے سر کو زمین کو پر پٹکتے ہوئے ایک مرتبہ اس حالت میں خیمہ گاہ کے قریب آیا کہ زین ڈلکا ہوا تھا جسم زخموں سے چور تھا اور پیشانی کے بال خون حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے رنگین تھا دروازے خیمے پر آ کر ایک مرتبہ گریے کی آواز بلند کی چیخنے کی آواز بلند کی جب خیمہ گاہ کے اندر جناب سکینہ کے کانوں میں اور بیویوں کے کانوں میں ذوالجناح کی آواز آئی یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید مولا واپس آئے ہیں سب دوڑتے ہوئے خیمہ گاہ کے باہر تشریف لائے لیکن عجیب عالم دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ
زلجنہ زخمی ہے زین ڈلکا ہوا ہے بس عزاداروں ہر ایک ایک فریاد کر رہا تھا جناب سکینہ نے یہ فریاد کی اے میرے بابا کے گھوڑے جب میرا بابا میدان کو جا رہا تھا تو میرا بابا پیاسا تھا اے زلجنہ مجھے بتاؤ میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے انہیں پانی پلا دیا گیا تھا یا انہیں پیاسا ذبح کر دیا Ya Hussein, 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 Ya Hussein,